یکی دیگه از دوستان نوشتن که شما خودتون این تجربه رو داشتید. به نظرتون چطور میشه با افرادی که به علمگرایی صرف باور دارن و نظریه فروید رو بیچون و چرا پذیرفتن صحبت کرد؟ مثال میخوام، نظریه فروید در حال حاضر فوق العاده تجزیه و تحلیل شده و کمرنگ شده و اینقدر مکاتب متفاوتی به وجود اومده در روان درمانی و روانشناسی که بعضیاش فوق العاده مخالف نظریه فروید، بعضیاشون به کلی تغییرش دادن، یه چیزایی رو ازش نگه داشتن. ولی بعد به من بگین دقیقا منظورتون از فروید چه قسمتشه؟ من فکر میکنم منظورشون بیشتر اینه که چجوری میشه باهاشون صحبت کرد و با حکمت بهشون یه نکاتی رو گفت. آخه شما وقتی میگین علمگرایی، علم که دائم در حال تغییره، منظور از علمگرایی چیه؟ مثلا همونطور که براتون تعریف کردم، 40 سال پیش وقتی که رئیس دانشگاهی میگه که اصلا لغت اسپریچوال رو بر من اصلا نیار، خب منم گفتم باشه نمیارم. بهش میگیم علمگرایی. اون موقع وقتی گفتن خدا مرده است، خب اگر طرف سمعی نداشته باشه، کنجکاوی نداشته باشه، از تو سوالی نداشته باشه و گوش شنوایی هم نداشته باشه، تا سم نیابی لب نگشایی، قانون حضرت بهاءالله میفرمایند، میگه اگه کسی سوالی نداره و جای خالی نداره، لیوانش پر پر تا لبش، اصلا چرا میخوای خودتو اذیت کنی، اون رو اذیت کنی، باش مهربون، باش رفیق میخوای باشی، باش محبت میخوای بکنی بکن، شفقت میخوای با داشته باشی داشته باش، ولی تا سم نیابی لب نگوشه. بعضی از معاشرین ما باشون میتونیم راجع به مسائل خیلی عمیق صحبت کنیم، چون دلشون میخواد تحقیق بکنن، بشنون، بپرسن، ولی یکی سی فقط میخواد اون چیزی رو که میدونه باش قانع و راضی و اصلا هیچ جای دیگه هم برای جدید نداره. طبیعتاً باید این دو تا نفر رو از همدیگه ما تمیز بتونیم بدیم. نوشتن که منظورم همون دخیل کردن بُعد مادی و جنسی در تمام جنبه‌های زندگیه. یعنی شاید که دنبال اون هدف والا نیستن، براشون ارزشی نداره. من اینجوری میفهمم که ایشون منظورش از دنیای مادی غریزه و احساسات و حقیقت مادی جنسی انسانه، یعنی که مثلا زن مرد، اشتهای جنسی انسان رو میگه. اینطور که توضیح دادم تمام ممکنه به یک چیز نگاه کنیم، ولی هر کدوم از ماها با یک تفکر متفاوتی مسئله رو میفهمیم. به تمام مراحل تحولی علم به خاطر اینه که دنیا رو همه به یک چشم نمیبینن. یعنی یه محقق، یه دانشمند، یه روانشناس دائم در حال سواله و این دائم در حال سوال بودن باعث میشه که دائم در حال جوابهای جدیدی ما هستیم. برای همینی که عرض کردم از زمانی که فروید اومده تا الان اینقدر مکاتب مختلف بر علیه تفکرات فروید و بعد در تجزیه اون و بعد در اضافه کردن بهش به وجود اومده که اصلا صحبت فروید خیلی به ندرت در حال حاضر در روان درمانی روانشناسی پیش بیاد، مگر اینکه به خاطر نگاهی به تاریخ روانشناسیه. و بعضی وقتا افرادی که معلوماتشون کم هست، متاسفانه سماجتشون هم بیشتر هست روی چیزی که یاد گرفتن. مثال خوردن رو میذارم. در روان درمانی خیلی خوردن با مسائل جنسی شباهت زیادی داره و به عنوان مثال ازش استفاده میشه. مثلا شوهر بگه اصلا احتیاج دارم، یعنی مسئله خواستن و احتیاج داشتن دوتا مطلب متفاوته. اینکه یه کسی به صورت احتیاج بهش نگاه کنه یا به صورت که من میخوام نگاه کنه، خب دوتا چیز متفاوته. و میگه من احتیاج دارم، یعنی که مثل اینکه من هوا رو لازم دارم، نفس بکشم، سکس هم احتیاج دارم. حالا اینکه زن من نمیدونم حامل است نمیتونه، اینکه زن من عادت ماهیانه شده داره نمیتونه، اینا منو آزار میده و این احتیاج منه. یعنی این یه همچین تفکری رو برای خودش داره. و مثل اینکه بگه مثلا من میخوام برم غذا بخورم، من لازم دارم که فلان غذا رو حتما بخورم و فلان مقدارم حتما باید باشه که بخورم. مسئله خوردن در این قضیه خیلی قشنگ متوازی کار میکنه. میگیم که بابا تو که میخوای بری رستوران، نمیگی که خب تو دوست داری غذای چینی بخوری یا غذای مکزیکی میخوای بخوری. مثلا یارو میگه من میخوام غذای مکزیکی بخورم، میگه بابا من میخوام غذای چینی بخورم. میگه خیلی خب از 1 تا 10 تو چقدر میخوای که غذای مکزیکی بخوری؟ میگه مثلا
5. میگه نه خب من 9. میگه خب بر اساس این مسئله اونی که خیلی براش مهمه با اون جهت میدیم. متا هر دفعه راجع به تصمیمی که میخوای میگیریم با همدیگه بعد مشورت بکنیم، به حال همدیگه نگاه کنیم، به میل همدیگه نگاه کنیم، به نیازهای همدیگه نگاه کنیم. مسائل جنسی و جسمی انسان اگر در ازدواج بشه حد اعلی، ازدواج ثباتش زیاد نخواهد بود. من برای شما خیلی راحت میگم که زن و شوهرهایی بودن که روابط جنسیشون خیلی هم داغ بود، منتها ازدواجشون به هم خورد و طلاق گرفتن. چرا؟ به خاطر که رفاقتشون با هم دیگه درست نبود، صداقتشون با هم دیگه درست نبود، اشتهای جنسی که از حد تعادل خارج شده بود به جایی رسید بود که خب بیرون از محدوده ازدواجشون هم با دیگران رابطه داشتن. و این مسئله اعتماد رو، مسئله صداقت رو، مسئله دوستی رو، مسئله صلح رو، مسئله آشتی رو، مسئله راحتی رو، آرامش رو به کلی به هم زده بود. خب ازدواج به هم خورد. تحقیقات روی اینکه چجوری ازدواج ها ثابت هستن، مسائل عشقی در صدر نگهداری ازدواج نیست، بلکه رفاقت دو نفر هست. چه بسا با هم دیگه دو نفر رابطه جنسی نداشته باشن، به دلایل مختلف ممکنه باشه نداشته باشن، ولی این ازدواج رفاقتش، سمنتش فوق‌العاده محکم و برای روح هر دو اینها روح بخش، بهشون قوت میده، بهشون آرامش میده، بهشون معنی میده. برمیگردیم باز به حقیقت روحانی انسان. دنبال چی میگرده؟ دنبال معنا میگرده، دنبال آرامش میگرده، دنبال عرفان میگرده، دنبال دوستی میگرده، رفاقت میگرده، امنیت میگرده، بخشش میگرده، محبت میگرده، شفقت میگرده. غذای جسمی انسان، غذای روحی انسان دو تا چیز متفاوته. شما وقتی حتی با کسی غذای جسمی هم میخورین، اگر رفیقتون باشه، دوستتون باشه، همزبان باشین، خیلی غذای بیشتر کیف میده بهتون تا اینکه زور یه چیزی که غذا رو تو دهنتون بکنه یا اینکه مجبورتون بکنه که غذا رو بخورین. از عبدالبها میفرمایند لذایذ جسمی انسان همیشه رفع یک دردیه. وقتی درد گشنگی داری غذا میخوری خوشت میاد، ولی اگه گشنه نیستی به تو به دور یه چیزی بدن حالت تعو به دست میاد. اگر تشنه نیستی کسی به زور بهت آب میده نمیخوای بخوری. این دوتا با همدیگه نقشی دارن، منتها حقیقت معنوی انسان، روحانی انسان، دائمی انسان، ابدی انسان که در دنیای بعد هم ادامه پیدا کنه، اون باید همیشه حاکم باشه، اون باید راهنما باشه، اون باید سوار باشه. حقیقت جسمانی انسان اسب، اسب نمیتونه راه رو برای سوار مشخص کنه، در عاقبت حیات پشیمونی به وجود میاره. پشیمونی هم به گفته روی خانم همون جهنمه که انسان میگه اوه من تونستم این کار رو بکنم ولی نکردم و الان دیگه دیر شد. بشتن که منظورم این هست که مثلا ما اینجا ایران خیلی در فرایندهای روان درمانی با این موضوع مواجه میشیم که منشأ ایمان و استقامت افراد رو به ساختار فیزیولوژی بدن و مسائل روانشناختی که کاملاً عاری از مبحث روح هستن مربوط میکنن. بحثی که خیلی توی دانشگاه بین من و دوستان بوده اینه که خیلی ها میگن تمام آنچه که ما انجام میدیم به میل ما، به نفع شخصی برمیگرده و اصلاً از دین وام گرفته نیست. میگن اگر شما خدمت میکنید به خاطر ترشح یک سری هورمون هستش که بعدش احساس سرور میکنید. خب اگر که انسان قرار باشه که فقط خلاصه بشه در فعل و انفعالات هورمونی خودش، در حال حاضر حتی علم الان قبول نداره. یکی از دلایلی که علم الان قبول نداره اینه که پیشرفت عجیبی و استقبال عجیبی که از مسئله مایندفولنس مدیتیشن شده، استقبال عجیبی که از توجه به روح اخیراً در علم روانشناسی داره میشه و جدا کردن روح از مغز داره میشه و توجه زیادی که به مسئله مفهوم زندگی داره میشه، به مسئله حتی حیات بعد از مرگ داره میشه در مطالعات تحقیقی الان که چه تأثیراتی در رفتار انسان میذاره و خود بررسی مسئله عشق میشه در روابط انسانی، در ازدواج، که این عشق چیز محسوسی نیست و نیت خالص
که مثلا مادری که بچهشو دوست داره براش فداکاری میکنه، شبا بیدار میمونه، چه هورمونیه که این مادر از شب تا صبح بیدار موندن و بیخوابی کشیدن با وجود که تمام روزم ممکنه کار کرده باشه که این کارو میره انجام میده. حیوانات خیلی شباهت دارن به انسان از نظر تفکر. مثلا یه شیری رو که گشنه است، بچه‌هاش غذا نخوردن، این به خاطر غرایزش میره که شکار بکنه. یه دونه آهو رو که میبینه با بچهش داره راه میره، شیره میتونه راحت فکر کنه که ای این آهوه خیلی چیز خوبیه، برای بچه های من غذا میشه. و مطمئنم که بزاقش هم ترشح میکنه از تفکر این که این آهوه رو بتونه بخوره. خیلی هم هیجان میادش، قصد و نیتش هم اینه که بره این آهوه رو بگیره و بخوره. چیزی که به نظر شیره اصلا نمیتونه برسه، یه تفکر به کلی جدایی از یک جای دیگه ای از وجودش که نداره شیر. چون حیوانات فقط یک حقیقت مادیشون دارن. انسان حقیقت روحانیشه که برمیگرده نگاه میکنه میگه وای، ولی میدونی چیه؟ این آهو رو میبینی، این بچهش باهاش داره راه میره. حالا من اگر این آهو رو بگیرم بخورم، این بچه بدبخت بیچاره بدون مادر میمونه، این چطور میشه؟ شیره نمیتونه همچین تفکری بکنه و بعد بگه نه پس این درست نیست، چرا من برم اینو بخورم؟ حالا میرم مثلا یه دونه موز پیدا میکنم میخورم، یا اینکه هر روز بخوام مرغ بخورم فکر میکنه، میگه نه میدونی چه، من نمیخوام دیگه هر روز مرغ بخورم، اصلا من نمیخوام حیوانا رو بخورم، میرم ویجیتریان میشم. در حیوانات یه همچین مراحل فکری وجود نداره، چون این روح درشون وجود نداره. یعنی ما قدرت این رو داریم که خودمون رو از بدنمون جدا کنیم و بعد در اثر این جدا کردن بتونیم به یه حقیقت دیگری از خودمون توجه بکنیم، و اون موقع است که فداکاری میکنیم به خاطر عشق، به خاطر دوست داشتنمون از خیلی از چیزامون میگذریم، از غذای خودمون میگذریم، از نفع خودمون میگذریم و میشیم موجودی که بزرگتر میشه و خدایی میشه، صفات الهی پیدا میکنه، بخشش داره، شفقت داره، محبت داره، گذشت داره، چیزایی که شما نمیتونید در حیوانا پیدا کنید. بنابراین برمیگردیم به تفاوت انسان، تفکرش در مورد اینکه فرقش با حیوانا چیه، شباهتش با حیوانا چی هستش. و خلاصه نمیشه در یه مقدار مسائل هورمونی. یاد یه کیسی میافتم، زن شوهری که یکشون گفتش که من به این شوهرم اعتماد ندارم، اون یکی میگه من به زنم اعتماد ندارم به خاطر اینکه نمیدونن که من نیستم این چی کار میکنه. گفتم خیلی خب، تو شوهرت بهایی هست؟ آره. شوهرت حضرت بهاءالله رو با جان و دل پذیرا هستش؟ آره. شوهرت به خاطر ایمانش به حضرت بهاءالله حاضره که دروغ نگه؟ گفت آره. گفتم که شوهرت به خاطر ایمانی که داره خواهش های خودش رو، مثلا بخواد عصبانی بشه جلو خودشو بگیره، خسته باشه حاضر بشه پاشه کمکی به تو بکنه، اینا رو به خاطر ایمانش خودش حاکم هست؟ گفت آره. بعد از شوهر پرسیدم زنده تو چطور؟ اینا هست؟ گفت آره، به خاطر امر خیلی کارا رو که ممکن اصلا کسی دیگه حاضر نباشه انجام میده. گفتم خیلی خوب، بنابراین اینجا رابطه ای که شما با هم دیگه دارین یه رابطه سه گوشه هست. اگر که بخواید به خاطر اینکه فلانی به من صبحونه داد من بهش سکس بدم، این ازدواج میشه یه ازدواجی که در اصل علمی متزلزله، بهش میگن تیت فور تات. یعنی که خوبی یک نفر بستگی پیدا میکنه به خوبی دیگری. اگر دیگری خوبی نداشته باشه، اون موقع ما خوبی نخواهیم داشت، یعنی خودمون رو محروم میکنیم. از جایی به حالا میفرمایند چیز خوبی که انسان داشته باشه مواظب بشه، یک گردنبند خوبی که داشته باشه، یک الماس تو خیابون راه نمیفته یه جایی که بدونه که مردم میان میدوزنش، مواظب بشه، یا اینکه قایمش میکنه. میفرمایند زی قیمت ترین چیزی که داری ایمانته و باید مواظبش باشی، میدوزنش. میدوزن یعنی چی؟ یعنی در فکر تو جوری رخ نمیشه که اون چیزی رو که برات قیمتی بوده دیگه قیمتی نمیبینی و دستت میره. باید مواظبش باشی. یعنی چی باید مواظبش باشی؟ یعنی که بدونی چطوری این نهالی رو که در قلب تو کاشته شده آبش بدی. با چی آبش میدی؟ بعد دونه دونه سوال کنی از خودت، ببینی آیا مناجات کردن من در موقع امتحانات منو محکمتر میکنه؟ چجوری از مناجات ها استفاده میکنم که محکم تر میکنم؟ وقتی امتحان میشم به کجا میرم؟ آیا وقتی کسی به من ظلم بکنه منم تصمیم میگیرم ظالم بشم؟
یا اینکه فرمودی حزب‌الله به هیچ وجه من الوجود سجایای خودتون رو از دست ندین میشن. اینا همش در قدرت انسان هست. یک کسی میره پلی روانشناس همیشه نمیتونه دنیا رو عوض کنه، وقایع رو عوض کنه. اگر که شوهرش تصادف کرده خدا نکرده دیگه نمیتونه راه بره، نمیتونه اون عوض کنه، ولی میتونه تفکرش رو نسبت به وقایع دنیا عوض کنه و نجات انسان از این طریق. و فکر انسان به فرموده از عبدالبها یک حقیقت معنوی هست. فکر انسان هم ارتباطی داره با مغز انسان، ولی یکی نیستن با هم دیگه. الان دیگه علم اینو قبول کرده، سالهای قبل قبول نداشت. این بحث این که ما چجوری راجع به مطلبی فکر میکنیم میتونه از هویت روحانی ما سرچشمه بگیره، میتونه از هویت حیوانی ما سرچشمه بگیره. این زن و شوهر گفتم خیلی خوب، شما هر دوتون جمال مبارک رو هر لحظه شاهد میگیرین برای انتخاب فکری که میکنین و انتخاب عملی که میکنین، برای دیگه لازم نیستش پاسبان هم دیگه باشه. هر کسی در جهت معبود خودش، معشوق خودش حرکت میکنه، یعنی در جهت همرنگ شدن اون، همشکل شدن با او حرکت میکنه. از عبدالبها میفرماین Nearness is likeness. تو اگه میخوای نزدیک کسی بشی باید شبیه اون بشی، اگر میخوای نزدیک خدا بشی باید شبیهش بشی. خوشبختانه به ما در امر مبارک مثال حضرت عبدالبها رو دادن. یک عالم هم حضرت بهاءالله تا میتونستن مکافات و امتحان و برادرای ناقض و دوتا امپراتوری بزرگ انداختن به جون حضرت عبدالبها که به بشریت نشون بدن یعنی چی انسان بودن، یعنی چی. با داستانهایی که در ام داریم، با مثالهایی که خودمون در زندگی در مقابل امتحاناتمون نشون میدیم، حقیقت روحانی بودن رو به دیگران نشون میدیم. بعضی چیزا لازم به حرف شاید نداشته باشه اینقدر که به مثال ما ارتباط داره. اگر که با صحبت کردن نمیتونیم چیزی رو بیان بکنیم، انشالله با مثال خودمون میتونیم نورانی بودن و روحانی بودن و محبت داشتن و خلوص داشتن. و از عبدالبها میفرماین اینقدر باید نیتتون خالص باشه که اگه صحبت امری میکنین نباید به خاطر این باشه که اینو تبلیغش بکنین، بلکه نور رو به خاطر نور بپاشون. در طول زندگی هرچی آدم بیشتر تمرین میکنه فکرش با عملش فاصلش کمتر میشه، ولی این فاصله بین فکر ما و عمل ما همیشه یک مسئله برای همه محدد. ولی امرو فرمایید کسایی هستن که در فکرشون آنچنان عاشق امرن که اصلا حاضرن جونشون هم بدن، ولی تا آخر عمر اعمالشون رو نمیتونن مطابقت بدن با افکار روحانیشون. پس این زندگی برای بالا رفتن از این قله‌های مختلفی هست که حقیقت روحانی ما غالب بشه به وجود حیوانی ما و بتونیم آزاد باشیم تا موقعی که داریم میریم دیگه نگران و ناراحتی نباشیم که این بدنی که هورموناش حالا دیگه قاطی پاتی شده و اعضاش دیگه اصلا تحلیل رفته و جمع نمیخوره، اون موقع در یأس و بدبختی و جهنم قبل از اینکه بمیریم فرو نریم. دوستی نوشتن که اگه ممکنه و به بحث مربوط میشه در مورد جوانهای حدود 18 سال که در ایران هستن اما امید ندارن و فکر میکنن نمیتونن درست درس بخونن و کار مناسب پیدا کنن کمی صحبت بشه. حتی شاید حاضر نیستن مثل نسل قبل برای دیانت بهائی فداکاری کنن و مرتبا خودشون رو با جوانها در کشورهای دیگه مقایسه میکنن. خیلی جالبه این دیده افرادی که در کشورهای دیگه زندگی میکنن نسبت به کشورهای پیشرفته. 15 20 سال پیش سوالی که برای جامعه روانشناسی امریکا پیش اومد که چرا 25% جوانای ما توی مطبای رواندرمانی نشستن و منتظر کمک هستن، این چه بدبختی موقعیتی پیش اومده. بعد نگاه کردن دیدن که جوانایی که از کشورهای دیگه میان از نظر روانی و از نظر معنوی و از نظر انسانی خیلی انسانترن، خیلی خودکفاترن، خیلی به هدفشون آشناترن، خیلی حواسشون متمرکزتره و دنبال درس میرن، دنبال فن میرن، دنبال پیشرفت میرن و اینا هستن که بار پیشرفت کشورهای پیشرفته رو اینا دوششون هست. بعد دیدن که همه اینا بعد از 2 سال که اینجا هستن این بدبختی بقیه دوچار میشن. اینا هم شروع میکنن مسائل مغزی و فکری و روانیشون همه قرقاتی میشه. بعد زیر نظر 3 ارگانیزیشن متفاوت کار کردن و یک رساله ای رو تحویل دادن، بهش میگن
hardwired to connect. آنلاین میتونید پیدا کنید. محققین 10 تا خصیصه مخصوص رو برای سلامت و تعادل و پیشرفت و خوشبختی انسان مشخص کرده که انسان‌ها گرایش طبیعی و درونی و نهادی دارن به خداوند. این در مغزشون اینطوری درست شده. How God changes our brain or your brain. که چطور با نحوه تفکری که ما میکنیم سیمکشی مغز ما به کلی عوض میشه. این کتاب مال اندرو نویبرگ هستش. این تفکر ما سیمکشی مغز ما رو عوض میکنه. تعالیمی که ما داریم چطور سیمکشیمون عوض میکنه و معنی موفقیت رو بازش میکنه. که موفقیت فقط جنبه مادی که چقدر پول در میاری و چه مدرک تحصیلی توی جیبت هست نخواهد بود. چه بسا کسایی که هستن اینجا هم موفقیت تحصیلی دارن و پول زیادی هم دارن، منتها پرتش میکنن، میرن هندوستان، میرن آفریقا، به خاطر اینکه اون ظاهری که فریبنده هستش برای همه فریبنده نیست. اجتماعی که بهش نگاه میکنی میبینی که خیلی بودایی داره که مفهوم خوشبختی، تو پول داشتی و خونه داشتی و ماشین داشتی که خوشبخت. انسان باید مفهوم خوشبختی خودش رو، مفهوم موفقیت خودش رو باز کنه که ببینه موفقیت یعنی چی، راجبش صحبت کنه، راجبش فکر کنه، راجبش مشورت کنه، راجبش جستجو کنه. خوشبختانه، خوشبختانه در جهت فضلی که جمال مبارک داره نسبت به همه عالم، به خصوص احبای ایران، تحصیلات همه شده آنلاین و همه در حال تغییر و تحول. دنیا داره یک وطن واقعا میشه. الان دانشگاه های دنیا دائم برات ایمیل میفرستن مخارج فوق العاده کم، بعضیاش مجانی بتونی تحصیل بکنی. جوانای بهائی ایران باید همشون جهانی باشن، یعنی دو زبان رو حداقل بدونن، بایلینگوال باشن، لااقل زبان انگلیسی رو و زبان فارسی رو خیلی خوب بدونن. از این طریق بتونن در محدوده جهانی همون جایی که هستن کار بکنن، تحقیق بکنن، شرکت بکنن. یعنی وقتی از نزدیک به حقیقت خوشبختی، به حقیقت موفقیت نگاه میکنیم، میبینیم که روز به روز ارتباط این با محلی که داری، با جایی که داری کمتر میشه. روز به روز ارتباطش با تفکری که میکنی، با زحمتی که میکشی، با ابتکاراتی که انجام میدی، با تمرکزی که داری، با سنجشی که داری بیشتر میشه. وقت رو تلف نکردن، متمرکز بودن، زحمت کشیدن. دانشجوهایی که اینجا دانشگاه میرن اول پول کلونی میدن، 80,000 دلار برای یه سال پول دانشگاه میده، ولی در از هفته ممکنه یارو 5 تا پیپر باید بنویسه، نفس نمیتونه بکشه، از اتاقش بیرون نمیتونه بیاد. و من میبینم که در ایران خب یک حالت خیلی ریلکستری وجود داره. هدف والا داشتن انسان و دنبال هدف رو گرفتن، وقت هدر نکردن، اینا نقش مهمی بازی میکنه. هیچ کس از من نپرسید راجع به مسئله هوموسکسوالیتی، نمیخوام بپرسن. یا اینکه خواستم بدونم که تفکر جامعه باهائی چی هست در مورد این موضوع، و اگه یک شخصی در خانواده با موضوع در مورد خودش مواجه بشه و این حس رو بکنه که هوموسکسوال هست، چجوری با خانواده‌اش صحبت بکنه؟ چون فکر می‌کنم که در موردش صحبت نمیشه، سرپوشی روش گذاشته شده. در عرض این چند سال اخیر من هر ماه در یک جلسه 100 نفری با همکارای دیگه‌ام برای کارآموزی شرکت می‌کردیم. چندین بار متخصصین متفاوتی که کارشون اصلا تخصصشون راجع به جندر آیدنتیتی ایشو بود صحبت میکردن. چیزی که برای من خیلی جالب بود در هر کدوم از اینا، وقتی اینا رو هم دیگه میذاشتی، اون جلسه ای که 6-7 سالش پیش بود، مسئله سری بود که مردم امریکا جامعه قبول بکنن که این کسی گی هستش یا لزبیان هستش. یکی از جوانای همسایه های ما خیلی با من رفیق بود و میامد برای مشورت. دبیرستانش تموم شد و رفتش دانشگاه. یافتم تابستون به من زنگ میزنه که لازمه که من شما رو ببینم. گفتم که خیلی خوب. متوجه شدم که من لزبیان هستم و موامو زدم و بعد متوجه شدم که نه دخترها منو راه میدن بین خودشون، نه پسرها راه میدن. نه توی دستشویی دخترها میتونم برم، نه توی دستشویی پسرها میتونم برم. احساس خطر میکنم، احساس امنیت نمیکنم، وحشت دارم و نمیدونم که چیکار کنم. خب ما هم دیگه خیلی ندار بودیم. بهش گفتم که
تو فکر میکنی که در آن واحد هر نفری با چند نفر رابطه جنسی داره؟ حقیقت نشون میده که معمولاً با یه نفر، معمولاً آدمایی که متعادل هستن، اشکالات دیگه ندارن، بیشتر از یه نفر رابطه جنسی ندارن، چون تشنج به وجود میاره، استراب به وجود میاره، کشمکش به وجود میاره در وجود انسان. حالا رابطه جنسی تو چجوریه، با کی داری، چه لزومی داره که دنیا بدونی؟ در حال حاضر مسئله گی بودن و لزبیان بودن، به خصوص مسئله جندر آیدنتیتی، در امریکا خیلی جنبه سیاسی داره. یعنی تو اعلام بکنیم کی هستی، بذارن توی قوطی و یه کسای دیگه ای که اصلا تو ممکنه نشناسید، این در قوطی رو اونا قفلش میکنن که تو دیگه اگرم بخوای از توی این قوطی در بیای نمیتونی در بیای. البته الان یه مقداری خیلی جالبه که خود این جامعه در حال تغییر و تحول هویت جنسی خودش داره یه راههایی رو اختراع میکنه که نتونن تو قوطی نگهشون دارن. به طوری که همین اواخر وقتی یکی از این جلسات ترینینگ رو ما داشتیم، یک صحنه تلویزیونی برای ما گذاشته بود، این تراپیستی که متخصص بود، خودش هم لزبیان بود، اسمایی که به وجود اومده، تایتلایی که به وجود اومده در حال حاضر که مردم خداشون رو زیر این تایتل میبرن، اینقدر تعداد زیاد بود که تو این صحنه سلاید ما رو پاورپوینت دیگه جا نمونده بود. یعنی ما متوجه شدیم که مسئله سر اینه که هر اسمی که به وجود میاد، به محضی که شخص رو میکننش توی اون قوطی که میگن حالا تو لزبیانی، فردا میگه نه ببین من نمیخوام که به من بگی لزبیان، من ترنس هستم. حالا بعد از مدتی که میگن خب تو ترنس هستی، میگه نه نه من نمیخوام که دیگه کسی به من بگه تو ترنسی، به من بگی ایت یا بگی شی یا بگی هی یا بگی فلان. تعداد این عنوان ها و این تایتل ها اینقدر زیاد شده که سوالی برای ماها که باید کمک بکنیم به این جامعه برمیاد که از این تعداد زیاد این عناوین چه چیزی رو متوجه میشیم. و خیلی جالب بود که بالاتفاق متوجه یک چیزی همه ما هستیم، و اون اینی که هر انسانی دلش میخواد که بتونه خودش توضیح بده که کی هستش. یعنی اینکه من کیم رو خودش اجازه داشته باشه توضیح بده، با اعمالش نشون بده، با گفتارش نشون بده، با انتخاباش نشون بده. و این اینکه کسی این رو بکنه توی قوطی و بعد در قوطی رو ببنده بگه و تو باید مطابق این عنوانی که انتخاب کردی عمل بکنی و دیگه نمیتونی جوری دیگه باشی، یعنی جامعه داره نگاه میکنه که این دوام پیدا نمیکنه و تغییر میکنه دائم. این مسئله هویت جسمانی انسان، جنسی انسان، اگه قرار بشه کسی رو توی قوطی بکنه که به محضی که تیترش رو اعلام میکنه مردم یک نوع استنباط خودشون رو داشته باشن و این رو تو اون قوطی بکنن، شروع میکنه از این قوطی بیرون اومدن و شروع میکنه اعتراض کردن. هویت جنسی عکس العملی هست در مقابل اجتماعی که در حال حاضر بشر رو میخواد تو قوتیش بکنه. حالا برمیگردیم به مسئله فهم ما از امر. کذب دلبها یه بیانی دارم، اشاره میکنم به multiple identities، یعنی انسان هویت‌های متفاوتی رو داره، مادر، نمیدونم پدر، مرد، زن، سیاه، سفید، فقیر، غنی، عاشق، تحصیل کرده، هویت‌های متفاوتی رو داره. ولیکن یکی از این هویت‌های انسان میبایست بالاترین هویت انسان باشه، یعنی دیگه بالاتر از اون جایی نیست که بتونه بره، و اون هویت انسانیتشه که دکتر نادر سعیدی، جامعه شناس عزیز ما، دوست صمیمی، راجع به این مسئله صحبت میکنن. تولد انسان، حقیقت انسان با ظهور حضرت باب عنوان شد. اینکه سلف کیه و انسان کیه در تاریخ روان درمانی اونقدر متداول نبوده، یه چیز جدیده. و اینکه خود روانشناسی داره پی میبره که یک حقیقت واحدی وجود داره که همه ما رو به هم دیگه وصل میکنه، و در اون حقیقت واحد هست که ما احساس همبستگی میکنیم، احساس پشتیبانی میکنیم، احساس امنیت میکنیم، احساس رابطه میکنیم، نه در هویت‌های متفاوتمون که هر کدوم خودمون رو هم دیگه جدا میبینیم. این توجه به این هویت، آشنا شدن با این حقیقت انسانیمون اهمیت بسیاری داره. تقاضای سوپرینتندنت یکی از مدارس ناحیه‌ای امریکا که همین نزدیکی است، که 25,000 دانشجو زیر نظارت این شخص هست، انسان خیلی فهمیده‌ای و خیلی عاقلی، خواهش کرد گفت میتونی برای مدارس من کاری انجام بدی؟ و اشکالات بزرگ این مدارس فقر، بی خانمانی، از اقلیت ها بودن و انواع اقسام بیماری ها و استرابات و افسردگی ها و خودکشی ها. و 98% 99% شاگردای من بی خانمانن، فقیرن، مریضن، در خطرن،
میتونی به یه کاری انجام بدی. و من فکر کردم که مهمترین کاری که من میتونم انجام بدم یه برنامه‌ای رو تنظیمش بکنم زیر چادر بزرگ وحدت عالم انسانی. منتها درس دادن راجع به این وحدت رو ما با حرف اونجوری درس نمیدیم، بلکه با انواع اقسام پروژه‌های مختلف در رابطه با این دانشجوها انجامش میدیم. یه سری دانشجوهای دانشگاه دیگه نزدیک ما بودن که اینا باهایی نبودن، اینا هم دلشون می‌خواست که زیر این مؤسسه عامل منفعی که من داشتم همکاری بکنن، که از اینا یه دختر خانم خیلی محققی بود که برادر با خوردن مشروب زیاد و دنبال چیزایی که همه فکر میکنن خیلی چیزای عالی و خوشه رفته بود، بالاخره یه روز اومده بود و از توی بالکن خونهشون پرید بود تو استخر بعد از که مشروب زیاد خورده بود، متاسفانه غرق شده بود و این تکون زیادی به این خانواده داد و این دختر به خاطر این خیلی دلش میخواستش که جواب ناراحتی خودش رو پیدا کنه. ما برنامه رو شروع کردیم با اینکه اینا بهایی نبودن، منتها استفاده با از الواح آثار و یک سری زمینه رو چیدیم برای اینکه ما خودمون رو چجوری بشناسیم تا بتونیم بقیه رو با مثال خودمون به راه بیاریم و این مسئله وحدت عالم انسانی رو چجوری بفهمیم که بتونیم به بقیه نشونش بدیم، راجبش حرف لازم نباشه بزنیم، نشونش بدیم. ما در هر جلسه‌ای که می‌خواستیم برنامه تعیین بکنیم، ترتیب بدیم چه درسی رو بدیم، به چه نحوی بدیم، اول با دعا و مناجات شروع کردیم. البته اینا چون باهایی نبودن، هر کدومشون یه چیزهای مختلفی از جای مختلف می آوردن، ولی من خودم از الواح استفاده می‌کردم، گفتم جواب سوالی رو که امروز می‌خوایم راجبش کار بکنیم و من توی این مناجات می‌بینم، بعد با هم دیگه راجبش صحبت می‌کردیم. بعد از مدت اینا همشون گرایش پیدا کردن، می‌رفتن از توی مناجات‌های باهایی دنبال جواب سوالاشون می‌گشتن، در حقیقت قالبی رو که افکار خودشون رو توش می‌ذاشتن و نظم می‌دادن این مناجات ها الواح داشت. اکتیویتی های مختلف درست میکردیم، داستان ها بودن، این ستاره پنج پر بود و یواش یواش بچه ها رو بهشون یاد میدادیم و بعد جورنال مینوشتن، خاطرات خودشون مینوشتن، تجربه خودشون مینوشتن، از اونا یاد میگرفتیم و مطلب رو تغییر میدادیم، درستش میکردیم، بیشترش میکردیم، در جهتش رو مشخص میکردیم، داکیومنت کردیم، ویدیو جورنال های بچه ها، صحبت هاشون، تمام اینا ضبط شده است، یه مقدارش منتشر شده، مقدارش هم نشده و یه پیپری هم نوشته شد. چیزی که ما متوجه شدیم یاد دادن وحدت عالم انسانی از طریق علمی و از طریق تجربی، بدون اینکه زیادی ما بخوایم راجبش صحبت کنیم، از طریق داستانی در زندگی اینها تأثیر کرد و دوتاشون الان از بهایی‌های خیلی فعال هستن که به جامعه دارن خدمت. چهار رو دست جمعی می‌بردیم جاهای مختلف که با فعالیت‌های اجتماعی که اینا دسترسی بهش نداشتن آشنا بشن، یک باغچه کاری و گل کاری و گیاه کاری و از طریق اون راجع به حیات و مرگ و هویت و وقتی که انسان یه چیزی رو میکاره چه شرایطی رو باید به وجود بیاره که این تخمه بشکافه، فدا کنه خودش رو و بعد سر از زمین بیرون بیاره و بعد اصلیت این تخمی که کاشته شد چجوری در نهالی که به وجود میاد تأثیر میکنه. یکی از قضات عالی دادگاه امریکا دورتی نلسون که ملکه یاد دادن میانجیگری به دستگاه قضایی امریکا هست، یه فایرساید داشت 40-50 سال. بعضی وقتا منو که دعوت میکرد، منم این دم و دستگاه بچه هایی که با من کار میکردن رو میبردیم اونجا. اونجا دو تا از جوانای باهایی برنامه موسیقی داشتن بعد از برنامه ما. این سوپرینتنده خیلی خوشش اومد بود. بعد از اینکه برنامه ما 5 سالش تموم شد، یه روزی به من تلفن کرد، گفت من که کمک ازت لازم دارم. گفتم ها. گفتش که ما تو شهر پومونا جمعیتی رو جمع میکنیم که اینا در پشتیبانی از گی ها و لزبیان ها یک جشن گندهی بگیرن، ازش تجلیل بکنیم، قبولشون داشته باشیم و من میخوام ببینم که تو میتونی کمک کنی. گفتم ها چطور؟ گفتش که هیچ کدوم از مردم توی پومونا، هیچ کدوم از کلیساها، هیچ کدوم از گروه ها، هیچ کدومشون حاضر نیستن که اصلا چیزی انجام بدن در جهت قدردانی یا آشنایی با گی و لزبیان ها. ولی اون روز توی جلسه‌ای که ما اونجا بودیم تو صحبت می‌کردین، دو تا برادر بودن و من می‌دونم که بهایام هیچ ایرادی ندارن، نظر منفی ندارن، باهاشون مهربونن، باهاشون شفقت دارن، محبت دارن، بهشون کمک می‌کنن. من می‌خواستم ببینم که آیا این دو برادر بهایی میشه که دعوتشون کنید بیان برای این برنامه، اینا برنامه اجرا کنن. منم به این آقای سوپرینتندنت گفتم برای یه مطلبی رو به تو بگم. در فهم بهایی ما اعتقاد داریم که انسان هویت‌های متفاوتی رو داره که اینا همش میره زیر یک چادر بزرگی که هویت اصلی انسان هست و اون هویت اصلی انسانیت انسانه، یعنی که صد آمد 90 هم پیش ماست. وقتی کسی انسانه در جهت
انسان بودنش حرکت میکنه، تصمیم میگیره، همه چی بر اساس اینکه انسان بودنش چجوری اینو راه میبره، چجوری پرده از جلو چشش بر میداره، به چه چیزایی وقتشو میگذاره، به چه چیزایی توجهشو میذاره، روی چه چیزایی تمرکز میکنه، انسانیتش که تصمیم میگیره. بنابراین این دو جوان چون باهایی هستن، من فکر نمی کنم که بخوان بیان در جهت یک هویت فرعی انسان اونو بلندش کنن، بکنن هویت اصلی کسی و در این جشن بخوان چیزی رو نمودار بکنن که حقیقت نداره در ذهنشون. خیلی جالب بود جواب این سوپرینتندنته، خیلی جالب بود برام. به من گفت تو دانش و عقل هزار ساله داری. این فهمیه که از دیانت بهایی من میفهمم. ما وقتی که بریم دنبال هویت‌های فردی خودمون و اونو بکنیم هویت اصلیمون، اولی چیزی که اتفاق میفته از همدیگه جدا میشیم و این جدایی باعث تشنج میشه و این جدایی باعث شک میشه و این جدایی باعث تنها بودن میشه و این جدایی باعث رقابت میشه و این چیزیست که وحدت عالم انسانی، صلح عالم و اطلاع عالم و نزدیک بودن ما صدمه میزنه به همم. خلاصه خیلی خوشحال شد و تشکر کرد و دیگه از خواهشش گذشت و تموم شد. حاصل این صحبت من اینه که چقدر زن بودن من برای من مسئله هست. دیگه جنسیت به اون صورت نقش اونجوری بازی نمیکنه. حضرت دوبام فرمایا هر انسانی دو تا بال داره. یک بال صفات مؤنث هست، از صفات مذکر هست. مشورت مثلا صفت مؤنث، زور و ورزش و بالا رفتن از کوه و رقابت و اکسایتمنت و اینا خیلی بیشتر جنبه صفات مردانه رو داشته باشه. میگیم پسرها اینجوری هستند، دخترها اینجوری هستند. ولی همه ما هر دو قسمت رو داریم. اگر هر کدوم از این قسمت‌های وجود خودمون رو کنار بزنیم و فقط یک قسمت دیگه رو هویت خودمون بدونیم، خودمون رو تقلیل دادیم. بر اساس فهم از هم، هر کسی در هر مقطع هویتی که هست، ما باهاش شفقت داریم، محبت داریم، انسانیتمون نشون میدیم و این مسئله بی‌عدالتی رو به کلی از بین میبریم که بخوایم یک کسی رو کنارش بزنیم به خاطر اینکه مردانه مردانه نیست یا زنانه زنانه نیست یا مرد و زن باش قاطیه یا اینکه یه روز مرده یه روز زنه یا اینکه اصلا هر روز خواستش یه چیز دیگه است. در امر ما خیلی مواظب هستیم که هر کسی رو در هر جایی که هست بپذیریمش و با اخلاق خودمون، با رفتار خودمون، با انسانیت خودمون، با صداقت خودمون، با خلوص خودمون نور بهش بپاشونیم و از روی مثال خودمون یک چیز تازه‌ای رو، یک افق جدیدی رو در مقابلش ظاهر بکنیم که اون هم به اون جهت گرایش پیدا کنه. و این به خاطر اینکه عالم انسانی، عالم بشری در حال حاضر محتاج این حقیقت انسانی هست. بدون اون اساسش داره از همدیگه میپاشه. دیانت باهایی در کل همجنسگرایی رو قبول نداره. یکی از دوستان همجنسگرای من وقتی فهمید من باهایی هستم ازم پرسید چجوری خدایی که ما رو قبول نداره رو قبول کردی؟ من واقعا نمیدونستم چه جواب بدم. هر فکری کردم به نظرم یه جور سرپوش گذاشتن میشد. توی ایران این مسئله خیلی تابوه و انقدر این آدم ها اذیت میشن که اصلا نمیشه باهاشون منطقی حرف زد. به نظرتون چطور میشه از دل جامعه متعصب این عزیزان رو پذیرفت و همراهیشون کرد؟ چطور میشه این تابوها رو شکست؟ خیلی سوال خوبیه، جوابش فوق‌العاده مهمه. در امر ما دو تا چیز رو با هم دیگه داریم قاطی میکنیم و بعد یاد بگیریم که قاطی نکنیم. هر کس که میاد پلوی تو کمک بخواد، تو لازم نداره که با طرف موافق باشی. یه دفعه یه خانومی اومد پیش من، دادگاه فرستاده بودش برای خاطر اینکه یه کارهای خیلی عجیب غریب کرده بود. باهایی هم نبود، قرار بود که من بتونم اینو کمکش کنم که بلکه به خودش صدمه نزنه. ازش پرسیدم تو چی کار کردی؟ گفتش که آره هر کسی که مخالف نظر من باشه و هر کسی که من خوشم نیاد ازش، بلاهایی به سرش میارم که اون سرش ناپیدا. گفتم خب مثلا چی کار کردی حالا که حالا تو رو فرستادنت پیش من؟ گفتش که ببین من یه بویفرند داشتم، خیلی از دست این عصبانی بودم و خیلی خیلی باش دشمن شدم. تصمیم گرفتم یک درسی بهش بدم که اون سرش ناپیدا. گفتم خب این درس چی بود، چی کار کردی؟ گفتش که رفتم از دیوار خونش بالا، توی خونش رفتم سگشو برداشتم بردم دادم به پاند. حالا پاند کجاست؟ پاند یه جاییه که وقتی یه سگی ولگردیه یا مریض خان که مکشنش میبرن میدن اونجا سگ برای کسی اینسه بچهش میمونه. تو اینو بهشتی رفتی؟ من چجوری میتونم اینو از این خری که سوار شده پیادش کنم بذارم یه جای دیگه؟ یه مقدار زیادی ازش سوال کردم، دیدم که این تنها چیزی که دو دنیا براش هنوز مقامی داره و یه ارزشی داره بایبلشه.
بودن. خیلی خوب، از طریق بایبل رفتیم جلو که چه چیزهایی هستش که در وجود این که بایبل از اینا خوشش میاد، یعنی میپسنده خدا. خلاصه از طریق اون اعتقادی که خودش داشت، اعتقادی خودش داشت، یک قسمتهایی از وجود این رو ما پیدا کردیم که این قسمتها رو هم رفته شدن یک هویتی که این هویت مورد لطف پروردگار. مثل همون داستان شاه و شاه محمود و دوزان. شاه گفت شما باید کارایی بکنید که به نفع جامعه باشه، یعنی انسانیتتون رو نشون بدید. جامعه بهایی، تعالیم بهایی میخواد همه عالم افتخار بکنه به انسانیت خودش، که وقتی که مثلا یارو رپابلیکنه یا دموکراته، هویتش دموکرات و رپابلیکن نشه، هویت انسانیش از دست نده و به خاطر انسانیتش حاضر باشه که از یه خط قرمزای اونورتر نره. هر کاری که ما میکنیم انسانیتمون نشون میدیم، منفعت میبره خود انسانه، خود خودش رو میتونه بشناسه. اینکه من کی هستم در هر حالی، هر کسی یه جاییه. خلاص حالا فکر میکنه که من گیم، حالا که من لزبیانم بگم، ولی اون چی که مسلمه انشاءالله همه در حال پیشرفتن به اون جهتی که ما برای اون خلق شدیم، که در اسلام میفرمایند من یک گنج مخفی بودم، دوست داشتم شناخته بشم، بشر رو خلق کردم که بشر من رو بشناسه و ما رابطه عاشقانه خلق و حق با هم دیگه داشتیم. هدف از خلقت این هست. همه ادیان هم تقریبا این رو بهش میرسن و انسان ها در موقع مرگشون معمولا نزدیک این حقیقت میشن که دارن میرن دیگه، دنبال اینکه چیزی بخورن نیست، دنبال اینکه سکس داشته باشن نیست، یک چیز دیگری در نظرشون مجسم میشه که یه دفعه به فکرشون میرسه خب من در این جهت چه کار کردم. ولی شکل قبول داشتن کسی، شکل معاشرت کردن با کسی، شکل پذیرا بودن با کسی چجوری هست؟ تو وقتی که شفقت داری، محبت داری، چی کار میکنی؟ خب حرفشو گوش میکنی، میشنوی حرفشو، درد دلشو میشنوی. تو بچه خودتو خیلی ممکنه دوست داشته باشی، ولی اگه بچه تو میره هر روز دست میزنه به اجاق، براش اجاق خیلی جالبه و میخواد بره نزدیکش، باید بهش بگی این اجاق که میخواد بری بهش دست بزنی دستتو میسوزونه. اگه بچه کوچیکه که نمیفهمه اصلا میری برش میذاری میاری. ولی اگه بچه 16 17 18 ساله شده، یه کارایی داره میکنه که به نفعش نیست، خب یه راه دیگه ای باید داشته باشه. گوش میکنی حرفشو، نصیحت میکنی با رفتارت، یا اینکه بالاخره صبر میکنی، به اون آسونی نخواهد بود. در مورد دوستان و رفقام باید ما یاد بگیریم بلد بشیم تا چه اندازه ما حاضریم در نهایت صداقت رفیق کسی باشیم، در نهایت امانت، بدون اینکه هویت خودمون رو و اعتقاد خودمون رو هم زیر پا بذاریم. در دیانت بهایی هویت اصلی انسان جنسیتش نیست، نیست، یعنی اینکه چه چجوری سکس داری هویت انسان نیست. خشونت، جسارت، جنگجو بودن، یه دنده بودن، خیلی ها اینا رو صفات مردی میدونن، میگن مردی برو فلان کار کن. ولی ما در دیانت بهایی مرد بودن رو به این صفات نمیشناسیم. ما شفقت و محبت و عطوفت و رأفت رو هم جزء صفات انسانی میدونیم، صفات مردانه میدونیم، مرد بودن رو جور دیگه تعریف میکنیم. بعد تعریفمون رو از انسان مشخص بکنیم که چی هست و روی اون انسان بودن شخص تکیه بکنیم، نه اینکه چجوری سکس داره. اون کسی هستی در نظر من که چجوری سکس داری رو بیاریم بیرون. مقطع انسانیت خودم با تو میخوام رفیق باشم و در این خصوص با هم دیگه ما رابطه‌ای داریم که ابدی خواهد بود و همیشه که خواهد بود. من زنم، تو مردی، من یه پا ندارم، دارم، سیاهم، سفیدم، شغلم چیه، اینا همش میشه هویت‌های فرعی انسان که نباید باعث اختلاف ما بشه. اگه میخواییم با یه کسی که هویتش هویت فرعی خودشه دمخور باشیم، ولی باید بتونیم که انسانیتش رو هم چی، خدایی بودن اون شخص رو هم ببینیم، روش توجه بکنیم، بپسندیم، بپذیریم، تحسین کنیم، دنبال چیزایی که هویت فرعی اونقدر مطب خشخاش نگذاریم. یکی از محافل از من دعوت کرده بود که هر هفته برم براشون جلسات بدم، چون اختلافات خانوادگی و زن و شوهرها و اینا خیلی زیاد بود. یه روز من نشستم دیدم یک آقای وارد شد با خانومش و یک روالی حالاتی ازش ظاهر شد که من گفتم او خدا یاد کاری کن هیچ وقت این شخص نیاد یه وقت سراغ من که کمک از من بخوادش، چون خیلی افکارش، رفتارش، اینا خیلی 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 بیرون از محدوده ایه که من میتونم کسی رو کمک کنم. یه روز نشسته بودم تو آفیسم، دیدم او مای گودنس، ایشون اومد در زد که کمک میخواد. گفتم خدا حالا من چیکار کنم، من که نمیتونم به این بگم نه. خلاصه هیچ، گفتم باید یاد بگیرم که من چجوری به این کمک کنم، هر جوری که میتونم باید کمک کنم. و کمون که باش کار کردم و میتونستم ببینم، داشت درش خصوصیاتی در حالاتی باهایی بود، عشق جمال و مبارک رو میتونست درش ببینی، میتونستی ببینی که کارهای خیلی که انجام میداد چقدر
هویت انسانیش نقشی بازی میکنه. خب در این حال عادت هایی هم داشتش که سلف دیستراکتیو بود، حقیقت روحانی این شخص رو بهش ضربه میزد. خب جنگ هر کسی در زندگی با دیگران فرق میکنه، بعضیا جنگشون طولانی تره، بعضیا جنگ نفس والا و مادونشون آسونتر زودتر به مقصد میرسن. بله، دوستی نوشته بودن که چرا همجنسگرایی از نظر دین اشتباه. گفتم که ادیان به طور کلی اومدن برای آشکار کردن هویت انسانی انسان، انسانیت انسان، هویت‌های جزئی که زیرش هست و در ادیان گذشته بیشتر اهمیتشو میبینی، ولی همچی که به طرف دیانت بهائی میای میبینی که رنگشون خیلی کم رنگتر شده. مثلا هویت مرد بودن در اغلب ادیان گذشته خیلی پررنگه و زن بودن نقشش در اجتماع، قدرتش در اجتماع، اهمیتش در اجتماع فوق العاده کم بوده. ولی همطور که به امر جمال مورک نزدیکتر میشی میبینی که این دوتا با هم دیگه حکم دوتا بال پیدا میکنن و باید با همدیگه همکاری داشته باشن. یعنی اینکه زن بودن و مرد بودن اهمیتش فوق‌العاده کمرنگتر شده و انسان بودن انسان به رنگش زیاد شده. یعنی چه انسان بودن انسان؟ یعنی که تو اگر که میخوای مش بزنی به کسی به خاطر اینکه فکر میکنی مردی، باید بتونی جلو خودتو بگیری، باید بتونی این انرژی رو در یک جور دیگری نشون بدیم، مثلا بذاریش توی فعالیت‌های اجتماعی، بذاریش توی فعالیت‌های عدالت اجتماعی، چون میتونی تفکر خودت رو راجع به خودت، راجع به کی هستی، چی هستی، چه مقصدی داری، چه هدفی داری، برای چه اینجا هستی، اینا رو همه رو میتونی تو راجع بهش فکر کنی، تعمق کنی، دعا بکنی، مناجات بکنی، از خدا بخوای وسیله‌ای باشی، مثل یک قلموی باشی در دست پروردگارت که اون هر طرحی میخواد اون رو تو بتونی کمک کنی کشیده بشه. یعنی این تعالی در انسان به وجود بیاد که انسان از اشتهاهای جسمی خودش بتونه رد بشه، ماورای اون بره، تقاضاش، تمناش، دعاش بشه خدایا منو بکن مثل خودت، مثل حضرت عبدالبها، مثالی بکن که بتونم عالم رو به طرف نور حق ببرم. دلیلش این که خداوند میخواد بشر رو به طرف یک تمدن روحانی پیش ببره که این تمدن روحانی نباید زندانی اشتهاها و هوسهای جسمی انسان باشه که با عالم حیوان شریکه. و این تعالی پیدا کردن، والا شدن، مستقل شدن، آزاد شدن، جدا شدن، پرواز کردن به تدریج از ابتدا شروع شده و الان در یه مرحله رسیده که در آثار جمال مورک میبینی که میفرمایند دنبال یک نسل جدیدی حق میگرده که این نفس، این شخص به مقام خودش آشنا هست، به مقام خودش واقفه. حضرت بهاءالله میفرمایند افرادی که میخوان خودشون رو بشناسن یک عالمه وسایل محک زدن رو به وجود آوردن، دور خودشون جمع کردن، اما اصلا نمیدونن طلا چه شکلیه و چه خواصی داره که بدونن کدوم یکی اینا طلاه. جمال مارک اومدن به ما نشون بدن که طلای وجود ما، این الماس وجود ما چه شکلیه، چه فرمی هست، چه جوری عمل میکنه و این رو به سادگی از دست ندیم، غافل نشیم ازش، از زیر دستمون در نره، به یک چیزی مشغول نشیم که بعدن بیدارشیم و بعد پشیمون بشیم. دلیل این که انسان ازدواج میکنه در امر مبارک میفرمایم من میخوام تو ازدواج بکنی برای اینکه بتونی نسلی به وجود بیاری که اسم من رو ببره. حالا ما در امر بهایی ملا لغتی نیستیم، حالا ممکنه یکی نخواد ازدواج کنه، مسئله نیست. بهیه خانم هیچ وقت ازدواج نکرد، یکی ممکن ازدواج کنه و بچه دار نشه، مسئله نیست. ولی اون چی که مسلمه بقای جامعه انسانی، بقای تمدن انسانی روی این سوار میشه که انسانها هویت انسانی خودشون رو والاتر از همه ببینن، به جلو ببرن و بعد مستقل بشن تا جایی ممکن از زندان تن، اشتهاهای جسمیشون که به خاطر هوس جنسی، هوس خوردن، هوس چیزی داشتن، انسانیت خودشون رو از دست ندن، فراموش نکنن. خیلی ممنون. دوستی پرسیدن که آیا پررنگ و سیاسی کردن هویت جان سیاهان اهمیت دارد را نباید با جان همه اهمیت دارد و مسئله اصلی تر که محدود و ممنوع کردن سلاح هست جایگزین کرد؟ خب من یه مقداری میفهمم، فکر میکنم ایشون میخوان بگن که وقتی که ما بگیم که Black Lives Matter، جان سیاه ها ارزش داره، باید بریم بجاش بگیم جان همه آدم هم هست. خب معلومه که باید بگیم جان همه، ولی متاسفانه ما در یک مقطعی زندگی میکنیم 200 ساله که از بردگی
بدبختی اینقدر بلا به سر سیاه‌پوستای امریکا آوردن که اینا از قبول انسانیتشون بعضیا ابا دارن، قبول نمیخوام کنن. سال 1966 من اول اومدم امریکا و تا سال 1968 دانشگاه مریلند. یک جوانای باهایی من تلفن کرد گفت کیوان چیکار میخوای بکنی؟ گفتم والا یه سری از دوستای من توی دورمیتوری دعوتم کردن که باشون برم کانادا و مسافرت. گفت نه نه تو نمیدونی اینا چیکار میکنن، اصلا اگه بری شوکه خواهی شد. گفتم چه من چیکار میخوام بکنم؟ گفت او سکس و دراگ و مشروب و بساط، یه خبری که اصلا خوشت نخواد. من گفتم خودم بالاخره من مواظب خودم خواهم بود. گفت نه خوش نمیذاره بره. گفتم خب حالا تو چی میگی؟ گفت ببین من یه خانواده سیاه‌پوستی نزدیکای تو میشینن، زن شوهرم بچه ندارن، اینا خداشونه که تو بری و پلو اینا زندگی کنی، جا همه چیم برای تو دارم، برو برو اینا باش و خیلی خوشحال میشن. باشه برها من رفتم و دختر این دوتا زن شوهر ماه سیاه‌پوست شدم، مری جین آستن و جیمز آستن، خدا بیامرزتشون. شوهر باهایی نبود، زنه باهایی بود، پدرش کشیش بود و خودش هم از اون اکتیویستای خیلی خیلی با اطلاع. دو سالی که من اینجا بودم حسابی منو ترینم کردن، هر روز برای من این تیکای روزنامه رو میورد، میگفت که با میدونی که این سفیدا فکر میکنن ما دم داریم مثل میمون، وقتی میریم خونه هاشون یه دونه بالش میذارن که ما بروش بشینیم که این بالشه وسطش سوراخ داره. اصلا من باورم نمیشد چیزایی که به من میگفت، اصلا نمیتونستم تصورش بکنم. خب خیلی خیلی چیزا به من یاد داد که اصلا چشما به من حسابی باز شد و یکی از فضل جمال مبارک بود که من تونستم بفهمم. بنابراین این مسئله سیاه‌پوستا در امریکا مسئله حیاته، یعنی اینا براشون حق حیات قائل نیستن و چه بلاهایی سر اینا هنوزم که هنوز میاد و چه وضعی دارن. این که از این مرحله شروع کردن که Black Lives Matter، به خاطر اینکه توی اجتماع زندگی میکنن که سیاه بودن یعنی که زنده نبودن، حیوان بودن در خیلی از موارد. خب مسئله انشاءالله یه روزی خواهیم رسید به جایی که بگیم که همه عمرها، همه حیات، همه زندگی، همه افراد زندگیشون مطرحه. ما حضرت بابا فرمودن نقش ما، حضرت عبدالبا فرمودن نقش ما محبت، شفقت، دعا در حق دیگرانه، نور بپاشیم به دیگران که اونها وقتی نور ما رو دیدن اونها هم الهام بگیرن. جمال مبارک به سید جواد کربلایی که یکی از مؤمنین اولیه بود و از حضرت باب رو تونست بشناسه و حضرت بهاءالله رو شناخته بود، براش توی یه لوح خیلی زیبایی که حتما سفارش میکنم بخونید توی مصابیح هدایت جلد دومه، میفرمایند انشاءالله که مغناطیس الهی بشی، یعنی که تو بتونی جلب بکنی، وجود تو بتونه جلب بکنه دیگران را به صفات الهی، صفات خدایی. این منقبت ماست، منزلت ما اینه که این نور از ما بیرون بیاد که افراد با دیدن ما به این جهت کشیده بشن و ما وظیفه‌مون اینه که چه کنیم، مثلا مسئله عدم مداخله در سیاست رو یه جوری بتونیم به بقیه نشون بدیم که اینا فاصله زیادی به ما احساس نکنن، امکان و این رو ببینن که بتونن نزدیکی بشن به اونجایی که ما هستیم. هدف ما از نظر امر مبارک اینه که ما صفات الهی رو در حقیقت انسانی خودمون نمودار کنیم، نشونش بدیم. زحمتش هم خیلی زیاده، سخته. درسته. خیلی ممنون. خواسته بودن که در مورد این ستاره پنج پر توضیح دوباره ای بدیم. یک برداشتی از هم فن روان درمانی بر اساس Cognitive Behavioral Therapy، روان درمانی ادراکی میشه مثل فارسی، و هم از نظر امری بوده. دو تا نفس داستان ستار وارز که لوک سکای واکر و دارت ویدر، یا دو نفس متفاوت، این وسط از کدوم هویت خودمون صحبت میکنیم همیشه با ما هست. اصل مسئله اینجا فقط اینه که چرخ در حقیقت به خاطر ما تغییری نمیکنه، اتفاقات زندگی میفته. اون چیزی که میتونه فقط تغییر بکنه این که ما چجوری جواب اون اتفاقات رو بیدیم، چجوری راجبش تفکر میکنیم، چجوری میفهمیمش. اساس اون فهمی که ازش داریم احساسات ما تغییر میکنه و نیت و قصد ما تغییر میکنه و رفتار ما تغییر میکنه. قالب‌های فکر رو به نظر من توی مناجات هامون ما داریم. وقتی که یک سوالی برامون پیش میاد، یه مشکلی برامون پیش میاد، خیلی کمک میکنه اگر که بریم توی مناجات ها نگاه کنیم ببینیم کدومه که از این مناجات ها این مشکل ما رو، این سوال ما رو در قالب افکار الهی مطرحش میکنه و این باعث میشه که ما بتونیم به یک نحوی حقیقت دوگانه خودمون رو بذاریم توی این غربال
افکار الهی و بعد اون ناخالصیاش رو جدا کنیم و خالصیاش رو متوجه بشیم و نزدیکتر و نزدیکتر بشیم به اینکه چجوری راجع به خودمون و هویت اصلی خودمون فکر کنیم. اول نماز کبیر میفرمایند به ان تجعل صلاتی نارن لتحرق حجبات التي منعتنی مشاهدت جمالک و نورن یدلنی الی بحر وصالک، یعنی خدایا make my prayer a fire that will burn away the veils that have shut me out from thy beauty and a light that would lead me into the ocean of thy presence. یعنی هدف ما از زندگی ما اینه که این پرده هایی که جلوی چشم ما گرفته شده که خودمون رو این میبینیم و اون میبینیم و این همه اینا برداشته بشه که به طوری که ما بتونیم بریم به جهت پیدا کردن حق، جمال حق رو ببینیم و نوری که ما رو رهبری میکنه به وصال حق اون رو بتونیم ببینیم. این هدف از بودن ماست. اگه به این جا برسیم من مطمئنم روزی که میخوایم از این عالم چشم ببندیم با شوق و ذوق میپریم اونور به جایی که با وحشت و پشیمانی روبرو باشیم. جمال مبارک برای ما هر کدوم اینو میخوام.